با عرض سلام و درود به عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشالله سلامت و موفق و معید باشید. مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه ای آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف، بفرمایید. زهد توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف. الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا، ما ضل صاحبكم و ما غوا، و ما ینطق عن الهوا، ان هو الا وحی یوحا، علمه شدید القوا، ذو مرة فاستوى، و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى، ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنت المعبا. صدق الله العلی العظیم. آیاتی خدمتون قرائت کردم از سوره مبارکه النجم که اسرار عجیبی درش مندرجه و درباره رؤیت و مشاهدات و مکاشفات خاص پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به عرضتون میرسونم توضیح بدم. بفرمایید. اشکر. So Said begins the class today with recitation of verses of Al-Najm. And this is the verses which he recited was in regards to the visionary experiences of the Prophet Muhammad, the visions that he had, and so the verses are regard to this and this experience of Prophet Muhammad. Heute hat Sayyid einige Verse aus der Sura An-Najm rezitiert. Und hier geht es darum, was der Prophet Muhammad an Visionen hatte und wie er diese Visionen gesehen hat und was er daraus gezogen hat. Und hierauf gehen wir heute tiefer ein. Yani inja bahs vision ya vision ya mushahada ast, amma این مشاهده رو که قرآن اینجا با واژه رؤیت ازش تعبیر میکنه و میفرماید ما کذب الفؤاد ما را، یعنی مشاهده و رؤیت قلبیه، چون میفرماید ما کذب الفؤاد. در چه زمانی اتفاق افتاده؟
سوره شروع میشه با سوگند خوردن به ستاره و نجم ستاره ادا هوا وقتی میره زیر افق و ناپدید میشه. پس مشاهده میشه که داره راجع به شب صحبت میکنه، موقعی که خورشید تو آسمون نیست، موقعی که ستاره ها از یک طرف در میان از طرف دیگه میرن زیر افق، حرکاتیه که در حقیقت کسی که بیداره و ناظر آسمانه این حرکات ستاره ها رو میتونه مشاهده بکنه. پس اینجا صحبت از یک رؤیتیه که در طول شب اتفاق افتاده، مشاهده‌ایه که قلب به صحتش گواهی میکنه و در طول شب برای رسول اکرم اتفاق افتاده. بفهم. Yes, well, the said that these visions that the Quran is referring to is about the visionary experiences connected to the heart of Prophet Muhammad. And in the beginning of the surah, God vows or makes swears by the stars. So this is about the setting of the stars. So at night when the stars set and it's darkness, so it's about the visionary experience of the Prophet Muhammad during night. And these visions are connected to his heart. So this is what the Quran is trying to relay. Nun, wenn hier über die Visionen des Propheten Muhammad gesprochen wird, dann sind es die Visionen, die in Bezug zu dem Herzen des Propheten Muhammad sind. Und weiter können wir lesen im Koran, dass es zu einer Zeit diese Visionen kommen zum Propheten Muhammad, wenn die Sterne sichtbar sind. Das heißt, es ist in der Nacht, wenn man die Sterne sehen kann, in denen er diese Visionen bekommt, und zwar die Visionen in sein Herz bekommt. حال وقتی صحبت از رؤیت میشه، یعنی واژه رؤیت به کار برده میشه در قرآن مجید، رؤیت مشاهده که با چشم صورت میگیره، یعنی با یکی از حواس پنجگانه که قوه باصره است، با چشم یه چیزی رو یه نفر میبینه. اصولا اشیایی که دیده میشن در جهان سبعدی بهشون میگن اشیاء مرئی، اما یک نوع رؤیت هم وجود داره که اشیاء نامرئی رو شخص مشاهده میکنه. پس دو نوع رؤیت داریم، یکی رؤیتیه که با حس باصره صورت میگیره و اشیاء مرئی دیده میشه، هرچی هست، اما یک رؤیت هست که با فراحس صورت میگیره، نه با حس باصره، با فراحس صورت میگیره و اشیاء نامرئی رو اون شخصی که داره مشاهده میکنه میبینه. به هر دوی اینا قرآن مجید میگه رؤیت، یکیش دیدن معمولیه و یکیش همون ویزیون یا ویژن. بفرمایید. So here the Quran uses the term ru'yat in regard to this visionary experience. And ru'yat can be two types. One, somebody sees something through the eyes, the five senses, the physical eyes. So this refers to seeing things which are visible. So material things that are visible and by sight and seeing this is called one type of ru'yat. Ru'yat, which is in regards to the visible world. But it's also the Quran uses this term for seeing the things that are invisible. So this ru'yat is to do with the supersensory perception. So you are using your supersensory perception to see the things that are not very usually visible. So you are seeing in something that are invisible, but they are only visible to the supersensory perception of the person. So in both cases, the term ru'yat is used, but they have two different meanings in regard to the context of what the person is observing.
in der Koran hier über die Visionen spricht, benutzt er das Wort Royat. Und dieses Wort kann man zweierlei verstehen. Und zwar wird es einerseits benutzt für das Augenlicht, könnte man sagen, also für den Sinn, für den optischen Sinn, also von den fünf Sinnen der optische Sinn. Das heißt, dass man etwas mit den Augen sieht. Auf der anderen Seite wird aber auch dieses Wort benutzt, und hier wird es im Koran auf diese Art und Weise benutzt, dass man nicht mit den fünf äußeren Sinnen dieses sehen kann, sondern mit dem inneren Sinn, also mit dem inneren Blick etwas sehen kann, diese Vision sehen kann. Und hier ist dieses damit gemeint, wenn das Wort Royat benutzt wird. حال به اینجا میرسیم که یک رؤیت رؤیت چشمیه و یک رؤیت رؤیت با چشم سومه. یعنی موقعی که دو تا چشم بسته است و چشم سوم باز میشه. این رؤیتی که با چشم سوم انجام میشه، این رو بهش میگن ویزیون، ویژن. اما این خودش بر دو قسمه. یک قسمش اینه که یک شیء نامرئی رو که در عالم خارج از ذهن وجود داره، کسی که داره مشاهده میکنه با چشم سوم ببینش، این رو بهش میگن ویژن. اما یه موقع وقتی که دو چشم آدم بسته است، مثلا آدم در خوابه، یک صحنه ای رو یا یک شیئی رو یا یک شخصی رو مشاهده میکنه که در عالم خارج وجود نداره، بلکه ذهنش این رو درست میکنه. یعنی توسط ذهن خودش درست میشه و مشاهده میکنه. این رو دیگه بهش نمیگن ویژن، این رو بهش میگن ایلوژن، یعنی توهم. اون رؤیتی که یک شیء نامرئی خارج از ذهن رو شخص مشاهده کننده میبینه بهش میگن رؤیت بالقلب، یعنی به چشم سوم اصطلاحا میگن چشم دل، میگن مشاهده با چشم دل. چرا میگن چشم دل؟ چون موقع رؤیت شیء نامرئی خارج از ذهن، قلب باهاش ارتباط برقرار میکنه. اما توهم یا ایلوژن یک نوع رؤیته که چیزی رو که ذهن خودش درست میکنه مشاهده میکنه و قلب به صحتش گواهی نمیکنه. این تفاوت بین این دو نوع رؤیت با فراحس، نه با چشم، با فراحس. So say that this royat which we discussed, so we have a royat where somebody is observing something in the physical world and they're using their eyes, and this is the something which is visible, and the person is looking, they're using their eyes to see it, and has a and so as a it's an visible world, so everybody can see it too. But we have royat, which is to do with the something that is not to do with the physical eyes, and so this is to do with supersensory perception, and we can call this by the third eye. So in a sense that so in this person, in this situation, when the person's eyes are closed, the physical eyes are closed, and this person sees something with the supersensory perception through the third eye.
And here, this itself can be two types. So if the person whose his eyes is closed sees this with the third eye, this thing they're seeing has a physical reality external to the mind of the person, or he has the external reality, which is invisible, but now you are seeing it, or perceiving it through the third eye. This is called a vision. And in this type of experience, it's called usually in Farsi, is ruwayat al-qalbi. So it means that this vision, this has connection with the heart. Why? Because it has external reality which the heart is connected to. So even though it's third eye, we talk about it, but in Farsi, which called this cheshme del, it means the eye of the heart. Because it is the connection that this, the heart, the human heart, connects to this invisible thing while he or she is perceiving it by the third eye. So this is something that is invisible, but has an external reality, and the person is perceiving it through the third eye, and the heart has a connection to it. Okay, so this is one type of ru'yat to do with supersensory perception. The other type of ru'yat to do with supersensory perception is the case where the person's eyes are closed and say they're in sleep mode, and they are in effect seeing something which has no external reality. So they are just watching their imagination, and they created this object in their imagination, and they're basically looking at this the object they created by imagination. It has no external reality, and the heart has no connection to it. In this type of, it's called illusion, because it doesn't have an external reality, and has no substance, or external substance, and the heart is not connected to it. Therefore, it's just a figment of the person's imagination, and therefore it's called illusion. So these are two types of ru'yat, which can do with the supersensory perception of the person. Nun, wenn wir uns genauer angucken, dieses Ru'yat, was aus dem Inneren kommt, also keine nicht über die Augen, also aus den Sehsinn entstehen, sondern aus dem inneren Sinn sozusagen entstehen, dort gibt es auch nochmal zwei Unterschiede. Und zwar gibt es einmal dieses Ru'yat, was in Bezug zum dritten Auge ist. Also sprich, wenn die Augen geschlossen sind, sieht dieser Mensch mit dem sogenannten dritten Auge etwas, also nicht mit den physischen Augen, sondern mit dem dritten Auge, etwas, was eine externe Realität hat. Also was eine Realität hat außerhalb des eigenen Verstandes, außerhalb des eigenen Körpers. Und diese Realität kann von jedem betrachtet werden. Diese Person sieht diese Realität aber nicht mit den eigenen Augen, sondern mit dem dritten Auge, mit dem inneren Auge. Und im Persischen wird dieses auch Royate Del bezeichnet, also sozusagen die Sicht über das Herz. Was hier passiert, ist, dass das Herz sich mit dieser externen Realität verbindet und das dritte Auge dieses sehen kann. Das heißt, es ist dieses Zusammenspiel, was die Person dazu befähigt, diese externe Realität mit geschlossenen Augen weit entfernt von dieser Person zu sehen. Und dieses hat natürlich einen gewissen Wahrheitsgehalt. Also es ist keine Einbildung. Nun gibt es hier dann natürlich noch die zweite Variante des Ru'yat, und zwar wenn eine Person schläft und die Augen sind zu und diese Person träumt beispielsweise. Und im Traum sieht sie etwas, was aber keine externe Realität hat. Also es ist so gesehen eine Illusion, eine Fantasie, nichts, was der Realität entspricht und hat eben keine externe Realität. Und dieses hat dann natürlich auch nichts mit einer Herzverbindung oder ähnlichem zu tun oder mit irgendetwas Übernatürlichem, sondern es ist einfach nur eine Illusion, die sich diese Person selbst macht. این رؤیت که چشم سر میبینه و قلب به صحتش گواهی میکنه. چشم سر میبینه و قلب به صحتش گواهی میکنه. این رؤیت اصطلاحاً ورود به جهان غیبه،
به دنیایی که توی زمان مفهومی نداره و تجربیات بسیار زیادی برای کسی که اینجور رؤیت براش حاصل میشه دست میده، یعنی درک مفهوم واقعی از زمان براش حاصل میشه، از مکان براش حاصل میشه، از شیء براش حاصل میشه و بسیاری مطالب دیگه‌ای که دیگه مربوط به زمان و مکان و اشیاء نیست، به جهان غیب مربوط میشه. و در این حال یک مفاهیمی هم درک میشه در ضمن این تجربیات، یک معرفت‌هایی حاصل میشه ضمن این تجربیات که این از مقوله وحیه از مقوله اتصال عالم غیب به درون کسیه که داره مشاهده میکنه، حالا اصطلاحاً میگن به قلبش، به جانش، به وجدانش. این یه چیزی، این تجربه ماوراء ذهنه، از ماوراء ذهن به جان، به روح، به قلب ارتباط برقرار میشه. اما اون اوهام که گفتیم ممکنه که دست بده برای یه عده‌ای، اوهام، اونها هم مشاهده هست، رؤیت هست، ولی در زبان قرآن ازش به ازغاس احلام اسم برده میشه، یعنی مطالب پوچ بیهوده، اوهام پوچ و بیهوده است و با مشاهدهش روح تعالی پیدا نمی کنه بلکه انحطاط پیدا میکنه. و قرآن مجید این دوتا رو از همدیگه تفکیک میده، باز میکنه، جدا میکنه. بفرم. So Sayyid said that the ruyat which we talked about and the one with the supersensory perception with the heart's eyes is connected to it, so the third eye connects to it, you see it with your eyes closed, but heart has a connection to it, so this is the you're connected to an external reality. This type of thing is in effect is an opening for the person into the invisible realm. The realm where what the person is seeing and observing is entry to an invisible realm that's outside of time and location. So so in effect, you put aside the normal experience of time that we do in this world and location. You're entering another realm which is invisible normally, but now it's become visible to you through your heart connection and the vision experience. And here you're experiencing time and location in a different way. But also you can, in this case, you can go even beyond this and experience wisdoms and about the nature of existence and other things in this experience. And what this experience brings to the person is a degree of wisdom, which he couldn't have otherwise, but also it raises the level of the evolution of the person. The soul of the person is raised by this connection, by this visionary experience. So this is in effect, these are the experiences of a seeker. But in the same sense, they say that the other ruyat, which we call illusion, because you are seeing your imaginations, the thoughts of object created by imagination, this has no external reality. It doesn't raise the level of the soul connection, but it can also be a source of misguidance because you're following your thought process, which is illusionary, which your mind's created. While the other visions is outside of the mind, it has nothing to do with the mind or the imagination that you have. It is entering into the visible realm and a different reality. So these two are separate from each other and have separate consequences. The one with the heart connection and an external reality raises the soul to a different level. The other one can be a source of misguidance because it's called illusion. And the Quran warns about this because it says this illusion has no worth, has no value.
And therefore, it can lead you to a blind alley. It can lead you to a misguide you if you follow it. So these are the two types of royat that I would say described. Nun, dieses Royat, welches mit der Herzverbindung und dem dritten Auge in Verbindung steht, bringt einen Menschen natürlich dazu, der diese Vision hat, externes Ereignis, welches eine Realität hat, zu sehen, außerhalb von Raum und Zeit. Also es ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Diese Person kann also etwas sehen, was eventuell in der Zukunft passiert oder an einem völlig anderen Ort passiert. Was zeitgleich auch passiert ist, dass diese Person dieses, was normalerweise nicht sichtbar wäre, dieses Ereignis beispielsweise, auch eine gewisse Weisheit darin erkennen kann oder eine gewisse Weisheit daraus schöpfen kann. Und zeitgleich kann diese Person oder wird diese Person innerlich daran wachsen aus dem Wissen oder aus der Weisheit, die er oder sie aus dieser Erfahrung erlangt, und zwar innerlich wachsen im Sinne von auf dem spirituellen Weg vorankommen und wachsen. Also die Seele wird leicht erhoben dadurch. Nun gibt es ja aber auch noch diesen zweiten Fall, wo eine Person nur eine Illusion hat und nichts sieht, was mit der Wahrheit zu tun ist. Und diese Illusion, dieses Royat, was eine Illusion ist, kann das genaue Gegenteil hervorrufen, nämlich wenn diese Person hier einfach dieser Illusion hinterherläuft, dann wird sie missgeleitet, also fehlgeleitet. Und diese Fehlleitung kann diese Person und die Seele dieser Person natürlich herabziehen, so dass diese Person auf einen falschen Weg gerät und dann nicht mehr spirituell weiter weg, sondern eher im Gegenteil zurückfällt sogar. Und der Koran betont hier, dass es diese zwei unterschiedlichen Visionen sozusagen gibt, also die wahre Vision mit wahrem Hintergrund und die andere, die eine Illusion ist. Und der Koran warnt davor, dass man darauf achten soll, nicht auf den falschen Weg zu geraten und dieser falschen Illusion zu folgen. به این ترتیب مشاهده میکنیم که وقتی که یک نفر به خواب میره و حس باصره‌اش دیگه اون موقع فعال نیست، چشماش بسته است، این شخص میتونه یک رویاهایی رو ببینه. به طور کلی کار ذهن اینه که موقع خوابیدن رویا میبینه، اما بسیاری از این رؤیاها، بسیاری اغلب رؤیاهایی که دیده میشه، اینها امیال، آرزوها، خواسته ها، تمایلات و به ویژه توهمات، خیالات و اوهامیه که خود ذهن اختراع میکنه و به سبب همین خوابها و رؤیاهاست که بسیاری دچار انحراف و کجی از صراط مستقیم و راه راست میشن. براشون این خیال باطل و این توهم ایجاد میشه که مثلا دارای مقامات یا دارای درجات معنوی و روحانی هستن. اینطوری نیست. هر کسی میتونه، یعنی برای هر کسی پیش میاد که رؤیای صادقه ببینه. برای فرعون هم پیش میاد، برای نمرود و آژیده هاک هم پیش میاد، برای جباران هم پیش میاد، برای هر فرد پیش میاد. ولی این به این معنی نیست که چون هر کسی میتونه رؤیای صادقه ببینه، هر رؤیایی که هر کسی میبینه صادقه است.
نه اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. به هیچ وجه اینجوری نیست. و این گونه مشاهدات رو که ذهن خودش اختراع میکنه، موقعی که آدم خوابیده مثلا، موقعی که حس باصره کار نمیکنه، چشما بسته است و مشاهده و رؤیت صورت میگیره و انسان رو دچار عجب و غرور و منیت میکنه، این رو قرآن اسمش رو میذاره ظن، یعنی وهم، یعنی خیال، یعنی گمان، یعنی پندار باطل. و اون وقت ذهن به این نوع مشاهدات تقدس هم میبخشه، براش ارزش قائل میشه، در حالی که اعتباری نداره. اینها با مشاهده فلقلب، با رؤیت بالقلب خیلی فرق داره. اون از جنس وحی و اتصال به غیب، و این خیالات و اوهامی که ذهن میسازه. این دوتا با هم دیگه خیلی تفاوت داره، اگرچه در هر دو صورت تجربه با چشم بسته ایجاد میشه. رؤیت با چشم بسته است، رؤیت با چشم سره، ولی از یه جنس نیست. یکی رو به حق، از جانب حق، و یکی رو در باطل و به جانب انحراف و کجری از حق. با هم دیگه خیلی تفاوت داره. بفرمایید. The Sayyid said that the ru'yat, the vision, which is connected to external reality and has a connected invisible realm, it is type of a revelation. So it is a connection to the source of revelation, and it has a reality, and it's correct. While the ones which you have, which are right, which is the illusion, has no such worth, and does not, and it can be a source of misguidance. So everybody who goes closes their eyes and at night and asleep, most people have dreams. And majority of dreams are in effect a figment of imagination of the person based on their desires, their fears, their wishes, and what they aspire to, and all of the tendencies. And these are in effect illusions. They're worth nothing, and they have no. And when some people associate some sort of level of evolution to these type of dreams they have, in effect, they're creating a sense of sacredness about something that is illusion and has no worth. Therefore, and this in effect makes the person have a sense of pride and ego, and therefore it becomes a source of in effect misguidance for the person and for the people who follow this person. So, and these visions and these dreams that have these dreams have nothing to do with the true visions. So, for example, some people can also true visions, or either the dreams that they have a reality or they come to fruition, is also can happen to anybody. But even if it happens to that person, it doesn't mean that person is a highly evolved human being. As testified in the Quran, Pharaoh, which was a tyrant, had visions or had dreams which were true. It didn't mean he was a highly evolved human being. It's just that he had a dream which was true. So even if you have a dream which is true, it doesn't mean you are a highly evolved human being. And so, as testified by the fact that Pharaoh had a dream. So not even this says that you are a highly evolved being. In the evolution of a person, using in the case of supersensory perception, is the one that creates the heart connection, and you connect to the source, which is source of revelation. So, and this requires evolution. And this person has a sense of humility and based on evolution, and he or she is gaining access to the invisible realm and is connected to the source of revelation. And these are what the person who's evolved sees. So it's not the question of that's just being true, it's the question of the source, the wisdom, and the information that they gain, and the external reality they're connected to, their hearts become connected to. This shows that this person is evolved human being. So the fact that the dream is true or not doesn't show that the person is evolved or not.
Es ist also so, dass wenn eine Person diese Visionen hat, dieses Rojat, was durch die Verbindung des Herzens mit der jenseitigen Welt entstanden ist, dass diese Visionen fast schon wie Offenbarungen eigentlich angesehen werden können, die dieser Person dann natürlich helfen, diese externe Realität, die sie gesehen haben in dieser Vision, für sich zunutze zu machen, also zum Guten zu bringen. Und das zeigt dann natürlich auch in Verbindung mit dieser Herzensverbindung, dass diese Person natürlich eine gewisse spirituelle Entwicklung durchgemacht hat. Nun gibt es ja auf der anderen Seite, wie schon gesagt, auch diese Visionen sozusagen, dieses Rojat, was nur Illusionen sind. Also beispielsweise eine Person schläft und alle Menschen träumen ja irgendwie. Und wenn eine Person beispielsweise völlig verhaftet ist in seinen Wünschen, in seinen Vorstellungen, in seinen Begierden und so weiter und so fort, dann werden höchstwahrscheinlich diese Träume, die diese Person hat, natürlich völlig eingewoben sein mit diesen Wünschen, mit diesen Begierden und so weiter. Und wenn diese Person dann nun denkt, dass diese Träume auch eine Art von Offenbarung sind, also diese Illusionen, dann wird diese Person natürlich völlig fehlgeleitet sein. Und es kann natürlich passieren oder es kann natürlich sein, dass eine Person gewisse Schritte auf dem spirituellen Pfad gemacht hat, aber noch nicht sehr weit ist. Und wenn diese Person nun Träume hat und diese mit Visionen verwechselt, also mit wahren Visionen verwechselt, dann kann diese Person, weil sie noch viel Stolz in sich trägt, noch viel Negatives in sich trägt, natürlich dadurch fehlgeleitet sein. Das heißt, sie kann in etwas, was eine Illusion ist, etwas Wahrhaftiges hineininterpretieren, was aber überhaupt nicht stimmt. Und wir sehen beispielsweise auch, dass völlig normale Menschen auch im Traum solche Visionen haben können, die auch eine externe Realität haben. Und das beste Beispiel ist der Pharao. Der Pharao hatte auch Träume, die eine externe Realität hatten. Es bedeutet jetzt aber nicht, dass der Pharao ein spirituell hochentwickelter Mensch war, überhaupt nicht, sondern der Pharao war eher sogar ein schlechter Mensch. Aber es bedeutet und soll uns einfach nur zeigen, dass jeder Mensch diese Träume haben kann, diese Visionen im Traum, die eine externe Realität haben, aber das erstmal an sich nicht bedeutet, ob eine Person spirituell weit fortgeschritten ist oder nicht. Nur die Person, die die Herzensverbindung hat zum Jenseitigen, zur jenseitigen Welt, nur diese Person hat regelmäßig diese Art von Offenbarung und Vision und kann daraus immer akkurate Informationen sozusagen ziehen und wird dadurch nicht fehlgeleitet. اینی که می‌فرماید ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس ما تهوی الانفس یعنی هواهای نفسانی پیروی از هواهای نفسانی یعنی مثلا یه نفر به یه مطلبی خیلی توجه داره خیلی زیاد توجه زیادی داره بعد چون تمام تمرکز ذهنش معطوف به اون مطلبه ممکنه خواب اون رو ببینه در رؤیا اون رو ببینه این ساخته و پرداخته ذهنش تقدسی نداره اعتباری نداره ما تهوی الانفس یعنی این هوای نفسشه که در این سمت و سو رو داره سوق میده این یتبعون الا دن چون که عرض کردم زن و گمان پندار و اوهامه که ذهن درست میکنه و در عالم رؤیا وقتی که حس باصره تعطیل شده موقوف شده فعالیتش با چشم سوم یا چشم سر آدم
خواب میبینیم، مشاهده میکنیم. و بعد ممکنه اون رو خودش، اون چیزی رو که ذهن خودش ساخته، به عنوان واقعیت تلقی بکنه و قبولش بکنه و به دیگران هم بخواد اون رو به عنوان یه امر مقدسی بیان بکنه. قرآن این رو داره توضیح میده، میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی این قبیل اوهام رو شما نامگذاری کردید، شما و اجداد شما، پدران شما، یک مطالبی که پوچه، هیچ بهره ای از حقیقت و واقعیت عینی و خارج از ذهن نداره، اوهام و خیالات و توهمات خودتونه. اینها رو چون خوابش رو دیدید براش قائل به تقدس شدید و به دیگرانم گفتید، نامگذاریشون کردید، شما دارین ظن و گمان خودتون رو دنبال میکنید. در درون این حرفا ما انزل الله بها من سلطان، هیچ انرژی وجود نداره، هیچ جوهری وجود نداره، خلأ محضه، پوچه. و بعد در دنبالش میفرماید که بعد از اینکه بیان میکنه که ما انزل الله، یعنی خدا قرار نداده به هامین سلطان، هیچ نیرویی در درونه این اوهامی که شما مشاهده میکنید و بهش دل میبندی، بعد میفرماید ان یتبعون الا دن و ما تهبل انفوس، اینها پیروی از هوای نفس و خیالات خام و بیفرجام. و اگر آدم این خط رو بخواد دنبال بکنه، اون وقت سبب عجب و غرور و منیت میشه، فکر میکنه کسیه، فکر میکنه به جایی رسیده، فکر میکنه معنویتی داره، اون وقت این دیگه خیلی سقوط میکنه، از راه صراط مستقیم منحرف میشه، یعنی دیگه به تعالی معنوی دست پیدا نمیکنه، بلکه به استدراج کشیده میشه، هی پایین تر میره تو این ورطه. بفهم از قول the said said that Quran talks about that in effect some people have these desires and these desires. So when you have these desires and keep thinking about this desire, and so you will naturally probably dream about this desire, and because your thoughts is focused on this desire, and then when you see it in your dream, and then in effect when you then decide that this dream it has a reality, and you give it extra focus and give it a validity which doesn't have, and then so this is create, this is in effect following an illusion. And what's worse, some people give it this dream of the have a sanctity. So then they say that to other people who are following them that this, I had this dream and this dream is true, and becomes a source of guidance for others. Even though in reality, this dream is hollow, has no substance. And the Quran says such dreams are in fact hollow. They have no energy or no power. But in effect, these type of illusions can in effect become not only a source of the regression and the misguidance for the person who's had them, but for others who follow them. So in effect, this the person who's following this dream, he or she is not moving in the straight path towards higher consciousness. Is he or she is moving in the opposite direction, and it's the path of regression, not the path of evolution. And the Quran warns about this. And it says that people who do this, in effect, they often have a sense of pride because of what they've seen, and they think they're special because what they've seen. But in reality, they're not special, they have no evolution. And it's only because they wanted, their desires has shown something to them in the dream, they're following their desires, and it's hollow. God has not placed any special thing in this dream or in this vision, and it doesn't have any purpose, or sacred purpose. It's just the person's ego that they're following, and it's a source of regression and misguidance for the people who do this. And these are separate to the visions of the prophets who are
who have external reality and a source of revelation for them. Nun, wenn eine Person die ganze Zeit an etwas denkt, an etwas, was diese Person unbedingt haben will, also was das Objekt seiner oder ihrer Begierde ist, und diese Person Tag und Nacht immer wieder daran denkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person auch davon träumen wird. Und wenn diese Person nun so illusorisch ist und sich selber auch noch einbildet, etwas Besonderes zu sein, dann wird diese Person natürlich von diesem Traum fehlgeleitet werden, weil dieser Traum ist an sich genommen, hat keine Essenz, ist einfach nur leer, ist total nutzlos, ist einfach nur ein Traum, der darauf basiert, auf den eigenen Begierden, die diese Person hat. Und dadurch wird diese Person auch im spirituellen Sinne herabgezogen, weil diese Person ja nur eigentlich den eigenen Begierden hinterherläuft. Und es kann natürlich noch schlimmer kommen, dass diese Person, wenn sie sich beispielsweise als Führer von anderen Menschen ansieht, diese Person die anderen Menschen auch in die Irre führen kann, durch diese Illusion, die diese Person hat. Und das ist nicht zu vergleichen mit den Offenbarungen, die Menschen haben, die wirklich spirituell eine spirituelle Evolution hinter sich gebracht haben und eine spirituelle Evolution eingegangen sind und die eine Offenbarung gekriegt haben, die durch ihre Herzverbindung mit dem Jenseits, mit der jenseitigen Welt hervorgerufen wurde. Das heißt, hier kann es wirklich passieren, dass eine Person dadurch nicht nur sich selbst durch diese Illusion fehlleitet, sondern auch andere Menschen fehlleitet dadurch. در مورد تجربیات باطنی و معنوی رسول اکرم صلی الله که با چشم سر مشاهده می فرمودند و قلب به صحتش گواهی می داد، در مورد این تجربیات می فرماید ایشون رؤیت می فرمودند و لقد رعا رؤیت کردند من آیات رب الکبرا، تجربیات بسیار عجیب که متصل میکرد ایشون رو به عالم فراحس، به ربوبیت، به عالم غیب، به جهان غیب، به غیب. به جایی که قانونمندیش با قانونمندی حاکم بر طبیعت تفاوت داره. و بعد می‌فرماید آیات رب الکبرا، یعنی آیات الکبرا من رب، اما به این ترتیب فرموله کرده آیات رب الکبرا. اینجا این کبرا صفت برای آیات و آیات رب مضاف مضاف الیه و کبرا صفت برای آیات که به این ترتیب نقلش کرده، یعنی نشانهای عظیم از اقتدار بی پایان عالم ربوبیت رو رسول اکرم مشاهده فرمودند در سیر شبانه خودشون، چون گفتیم که این در شب برای پیغمبر این تجربه عجیب دست داده و ابتداء این سوره، سوره نجم، با سوگند به ستاره است و نجم ادا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسه و ادنا
فاوها الى عبده ما اوها. این قانونمندی وحی رو داره توضیح میده که به چه کیفیتیه. در یک مکاشفه شبانه، در یک رؤیت شبانه. پس قول مثنوی، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه هستن در نوشتن شیرشی. همه خواب میبینند، همه مشاهده به صورت فراحسی دارند، اما مشاهدات فراحسی انبیا، رسول اکرم، اولیا ربطی به مشاهداتی که انسان به سبب یتبعون الدهر و تحول انفس مشاهده میکنه اصلا نداره، هیچ ربطی نداره. دو مقوله کاملا متفاوته که در زبانهای غربی بین ویژن و ایلوژن یک جهان فاصله وجود داره. بفرمایید. So it's then today it talks about the vision of Prophet Muhammad. So the vision of Prophet Muhammad, it's a ruyat which is connected to the heart and his supersensory perception. And here the Quran says that he enters the sacred realm, and in this realm it's law abiding, but its laws are different to laws of nature. And here the Quran says that the Prophet Muhammad saw great signs. Signs of great greatness of this realm, and he was witness to these great visions, and so this shows the level of Prophet Muhammad, and this in effect was a type of revelation that Prophet Muhammad received at night, because we heard at the beginning of the surah the Quran was talking about the setting of the stars, so it was at night time, so which Prophet Muhammad had these experiences, which he experiences the metaphysical realm. The sacred realms of invisible realm, and he sees the great signs and eternal signs of this realm. So he had witnessed these great visions, and so in effect, this is an important distinction between the visions of the prophets and normal persons. So they both are maybe dreams, but the dreams are in a sense that their both eyes are closed and they may not be conscious normally. But as Rumi says, the dreams of the prophets have nothing to do with the dreams of a normal person. A normal person's dreams are full of illusions and are delusionary, have no external reality. But the dreams of the prophets have an external reality beyond this nature, and have a reality which is in effect a metaphysical reality, and it's there and is connected to the realm of revelation and the source of revelation. And so these are totally different things, and one should not think that their own dreams the same as the dreams of the prophets. So, and if you think that's the case, you're falling the illusion, and you in effect can be a source of misguidance for yourself and others. So this is what in effect Rumi is saying, and also what the Quran is saying. So here the Quran is talking about the visions of the Prophet Muhammad at the one night, and the great signs of about the sacred realm that he was witness of. Wenn wir nun zum Anfang der Stunde gehen, in dem wir über die Visionen, die Ruyat des Propheten Muhammad im Koran gesprochen haben, sehen wir, dass der Prophet Muhammad hier eine Verbindung zu der jenseitigen Welt hatte in der Nacht, weil ja von den Sternen und dem Sternenhimmel gesprochen wurde. Und wenn wir uns diese Vision genauer angucken, dann wird dort beschrieben, dass der Prophet Muhammad eine große Vision hatte, also eine sehr allumfassende Vision, also nicht etwas Kleines, Unbedeutendes, sondern etwas sehr Großes gesehen hat. Und dieses, was er gesehen hat, natürlich gewissen Gesetzmäßigkeiten unterlegen war, aber nicht den Gesetzmäßigkeiten wie unsere diesseitigen Naturgesetze, sondern anderen Gesetzmäßigkeiten, die hier die nicht unbedingt mit den Gesetzmäßigkeiten hier verbunden sind. Und hier ist es wichtig, nun zu verstehen, dass die Visionen oder die Träume, die die Propheten haben, nichts
zu tun haben mit den Visionen und Träumen, die normale Menschen haben. Es ist eine ganz andere Ebene von Träumen und Visionen, die die Propheten haben. Und auch Rumi betont dieses und sagt, dass die Offenbarungen, die die Propheten haben, von einer ganz anderen Qualität sind als die Offenbarungen und Träume, die normale Menschen haben. Und hier wird also sofort sowohl von Rumi als auch vom Koran bestätigt, dass das, was der Prophet Muhammad gesehen hat, eine ganz andere Qualität hat von Visionen. Und wenn andere Menschen irgendwelche Träume oder so haben, sollten sie sich nicht fälschlicherweise versuchen zu erheben und sich auf dieselbe Stufe mit den Propheten stellen, sondern sie sollten sich dessen bewusst sein, dass ihre Träume entweder Illusionen sind oder nur eine Kleinigkeit sind im Vergleich zu den Visionen der Propheten. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید شما. چشم بابا. دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضا باید زدن دست دل در دامن آل ابا باید زدن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لا فز ولایت چون زنن دمز و صاف ولایت با ولا باید زدن مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم تبلو در زیر گلیم آخر چرا باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقا این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین استان ولی کردگار لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقا لو فتا لو فتا لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار لو فتا لو فتا لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقا برادر مکرم سعید خان بودرزی فاتحة الاولیا رو قرائت بفرمایید. چشم بابا. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاصر و الزمان عجل الله فرجه الشریف و از جهت ازدیاد و قوت ظاهر و باطن جمیع راه نمایان دین و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و ازدیاد و قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی الفاتحه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خواهران و برادران مکرم ایمانی مجلس فقهی در اینجا اختتام پیدا کرد. حال ورزش معنوی و باطنساز خودمون رو آغاز میکنیم. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم قربان. آدم آمد دم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را هم دم آمد هوا او را هم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را هم دم آمد هاهو 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 هاهو
خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله تا مجلس فردی بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپرم. از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. انشاءالله خدا نگهدارتون باشه. یا علی.